مسعود اندروبی: در هر حوزه ای که افراد با استفاده از موتورسایکل ترور شوند، آمارش برکنار می شود. واکسین کرونا در بریتانیا روی 10,000 نفر آزمایش می شود. کل اردوی 209 شاهی: از کشته شدن 3 فرمانده و 21 جنگجوی طالبان در جوزجان خبر داد. و خبر دیگر: آینده مبهم سال. به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای چینل جنرال پلاس خوش آمدید. مسعود اندروبی: در هر حوزه که افراد با استفاده از موتورسایکل ترور شوند، آمارش برکنار می شود. 8 صبح کابل. محمد مسعود اندروبی، سرپرست وزارت امور داخله، به آمران حوزه های امنیتی شهر کابل هشدار داده است که پس از این افراد در ساحه مسئولیت آنها با استفاده از موتورسایکل ترور شوند برکنار می شوند. شام روز جمعه دوم جوزا، افراد ناشناس موتورسایکل سوار دو تن از سربازان پلیس را در مربوطات حوزه 12 امنیتی شهر کابل هدف قرار دادند. مروه امینی، معاون سخنگوی وزارت امور داخله، گفته است که در این حمله یک تن از سرباز پلیس کشته شده و سرباز دومی زخم برداشته است. سرپرست وزارت امور داخله گفته است که در پیمان به این رویداد، مسئول کنترل منطقه و فرمانده توله حوزه 12 امنیتی شهر کابل برکنار شده است. وزارت امور داخله چند پیش گشت و گذار با استفاده از موتورسایکل را در شهر کابل ممنوع اعلام کرد. چنانچه که دیده می شود، این ممنوعیت به صورت درست اجرا شده است. واکسین کرونا در بریتانیا روی 10,000 نفر آزمایش می شود. محققان بریتانیایی با اعلام اینکه پیشرفت‌های بسیار خوبی در تولید واکسین کرونا داشتند، تصریح کردند که در مرحله تازه آزمایش‌های خود واکسین تولید شده را روی بیش از 10,000 نفر دیگر امتحان می‌کنند. دانشمندان دانشگاه آکسفورد ماه گذشته واکسین را روی بیش از 1,000 داوطلب آزمایش کردند. این دانشمندان روز جمعه 22 می، یعنی 2 جوزا، اعلام کردند همکنون در نظر دارند 10,260 نفر در سراسر بریتانیا، شامل افراد کهنسال و کودک را واکسینه کنند. آزمایش قبلی روی داوطلبی با سنهای 18 تا 55 سال انجام گرفته بود. طبق گفته این محققان، اگر همه چیز به درستی پیش رود، آنها به اندازه کافی داده های مثبت درباره اثر بخش واکسین دارند تا به زودی به سمت تولید انبوه واکسین حرکت کنند. پل اردوی 209 شاهین از کشته شدن 3 فرمانده و 21 جنگجوی طالبان در جوزجان خبر داد. 8 صبح کابل. ارتش در شمال اعلام کرد که 3 فرمانده و 21 جنگجوی گروه طالبان در نتیجه حمله های نیروهای امنیتی در ولسوالی مرادیان و منجک جوزجان کشته شدند. حنیف رضایی، سخنگوی قل اردوی 209 شاهین، روز جمعه دوم جوزا به روزنامه 8 صبح گفت که در نتیجه اجرای عملیات شاهین و شاهین 224 در ولسوالی های مرادیان و منجک ولایت جوزجان، 24 نفر از اعضای گروه طالبان به شمول 3 فرمانده این گروه کشته شدند. رضایی افزود که نیروهای هوایی نیز در این عملیات شرکت داشتند و حمله های هوایی نیز بر مواضع گروه طالبان اجرا شده است. با گفته حنیف رضایی، در این حملات 8 عضو دیگر گروه طالبان زخمی شدند و 1 تن از نیروهای امنیتی نیز زخمی شده است. از جانب دیگر، سخنگوی قل اردوی 209 شاهین گفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی چندین موضع و پایگاه گروه طالبان تخریب شده است. رضایی افزود که روستاهای دو و عرق ولسوالی منجک و روستاهای مرادیان دوم ولسوالی مرادیان در نتیجه عملیات نیروهای دولتی از وجود گروه طالبان پاکسازی شده است. گروه طالبان تا اکنون در این مورد واکنش نشان نداده است. آینده مبهم سال. 8 صبح کابل.
برای حل منازعه های چون منازعه کنونی افغانستان سه گزینه وجود دارد. استفاده از قوه قهریه که در آن طالب چنانچه سرکوب شود که وادار به تسلیم شدن یا حداقل وادار به گفتگو برای پذیرفتن صلح در کشور شود. در این گزینه هدف غلبه نظامی و پیروزی ارتش در میدان نبرد است. دوم، مذاکره روی در روی طرف های جنگ برای صلح. این در شرایط است که دیگر غلبه نظامی یک طرف جنگ امکان پذیر نیست. سوم، ترکیب از این دو گزینه همزمان که طالبان مورد حمله قرار می گیرند، دروازه های گفتگو و مذاکره یا همان دیپلماسی فعال دولت جاری می باشد. منازعه موجود افغانستان به بن‌بست رسیده است. پیروزی دولت یا طالبان با گزینه نظامی ناممکن است. یعنی نه طالب بسیار ضعیف و شکننده است و نه دولت کابل قادر است منازعه موجود را از رای نظامی خاتمه ببخشد. برای شکست دادن شورشگران در میدان نبرد به نیاز به موجودیت دولت قدرتمندان است. دولت که ضمن ارائه خدمات اجتماعی برای شهروندان عملیات های نظامی موازی با طالبان انجام بدهند و عقیده آگاهان نظامی و سیاسی برای داشتن نیروهای مؤثر که دولت نسبتاً قدرتمند با آن متکی باشد، 20 نیروهای نظامی برای 1000 فرد ملکی نیاز است. یعنی 600 هزار سرباز و پلیس برای تأمین امنیتی با جمعیت 30 میلیونی نیاز است. افغانستان در حال حاضر تنها نیم از این نیروهای مورد نیاز را دارد. افغانستان ضمن اینکه نیروهای کافی و تجهیزات لازم را ندارد، صاحب دولت به شدت فاسد است. خدمات اجتماعی دولت کابل زیاد چشمگیر نیست و این موضوعیت به سود طالبان است. در پهلوی اینها عدم اتحاد سیاسی نیروهای ملی چالش دیگر برای دولت کابل است، اما طالبان از حمایت محلی قبیله‌ای و منطقه‌ای خوب برخوردار شدند و امضای توافقنامه صلح با ایالات متحده آمریکا به گونه ای با طالبان مشروعیت بخشیده و در نتیجه این نیروها را در وضعیت بهتر قرار داده است. انگیزه طالبان برای ادامه جنگ همچنان به قوت‌های روز اول خود پابرجاست. با توجه به نکات بالا، پیروزی یکی از طرف‌های جنگ کنونی افغانستان در میدان نبرد متحمل نیست. چنین است که هر دو طرف برای مذاکرات صلح اعلام آمادگی کردند، اما آیا نیروهای طالب خواهان صلح در افغانستان هستند؟ تغییر سیاست دولت آمریکا در قبال طالبان سردرگمی و نگرانی را برای مردم افغانستان به بار آورده است. ایالات متحده آمریکا برای نابود کردن تروریسم به افغانستان لشکرکشی کرده بود. آمریکا تا قبل از امضای توافقنامه صلح با طالبان از گروه طالبان و شبکه اقوانی به حسم و هویت هراس افغانان تروریست و وحشی یاد میکرد، اما حال طالبان را تروریست و هراس افغانان نمیخوانند. اوکنون طالبان را در جایگاه برابر با دولت کابل قرار داده است. در حمله روز سه‌شنبه طالبان بر یک شفاخانه در غرب کابل که در آن زنان در حال زایمان و کودکان تازه تولد شده کشته شدند و حمله مرگبار بر مراسم جنازه یک فرمانده پلیس در ننگرهار، ارگ ریاست جمهوری طالبان را عامل آن حملات دانستند. وزارت داخله، ریاست امنیت ملی و مشاور شورای امنیت ملی نیز طالبان را مسئول حمله دانستند. اما ایالات متحده آمریکا شاخه خراسان داعش را مسئول این دو حمله می‌داند. حتی مسئولان سیاست خارجی ایالات متحده از دولت مردان افغانستان و طالبان خواستند که عامل رویدادهای خونین اخیر را به پنجه قانون و عدالت بسپارند. این نگاه به طالبان چیزی نیست جز قباحت زدایی از تروریسم‌ها و برابر دانستن طالبان و دولت. این رویکرد تازه ایالات متحده آمریکا به معنای فراموش کردن جنایت طالبان و نادیده گرفتن خون صدها هزار قربانی است که این نیروها بنیانگرای طی سالهای زیاد از مردم افغانستان گرفتند. ترامپ در تازه ترین گفته های خود اشاره کرده است که سرانجام افغانها باید از کشورشان پاسبانی کنند. او افزوده است که امریکا نمیخواهد نقش پلیس را در افغانستان داشته باشد. از نظر مردم افغانستان و نیروهای سیاسی کشور، این گفته ها به معنای شانه خالی کردن از مسئولیت هایی است که در پیمان امنیتی کابل امریکا و دیگر موافقتنامه های میان امریکا و طالبان توافق شده است. دولت افغانستان و دولت امریکا تعهد و پیمان برای مبارزه علیه هراس افغانی، تروریسم و طالبان بسته بودند. از نظر مردم افغانستان طالبان شر مطلقند. این گروه با تمام ارزش های جهان مشمول مثل دموکراسی، حقوق بشر و برابری میان همه انسان ها مخالفند.
سپاس که تا ایندم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید.